همراه باشیم با همکارم سمیرا قرایی که از دفتر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته سمیرا تو شرایطی که الان هستیم دغدغه دولت آمریکا در رابطه با دور زدن فیلترینگ در ایران چیه و از کمپانی‌ها چی خواسته رضا اتفاقی که افتاده دغدغه‌ای دق که برای دولت بایدن ایجاد شده اینه که تعداد کاربرانی که از داخل ایران درخواست وی پی دارند علاقه من به دور زدن فیلترینگ دولتی هستند به شکل مداوم در حال افزایشه و این افزایش رو دولت ایالات متحده در روسیه و در میانمار هم میتونه ببینه سالهای مدیدیه که ایالات متحده وی پی یا ابزار دور زدن فیلترینگ در اختیار کشورهای مختلف شهروندان کشورهای مختلف مختلف به ویژه کشورهایی که درشون دولت ها میان چرخش آزاد اطلاعات رو محدود میکنن در اختیارشون قرار میده اما در روسیه بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد و در ایران بعد از قتل حکومتی مهسا و امینی این درخواستا این درخواست برای دسترسی به وی پی این بسیار افزایش پیدا کرده یعنی اگر پیشتر بر اساس اون چیزی که مقام های کاخ سفید میگن اینها ماهانه 9 میلیون نفر رو دسترسیشون به وی پی حمایت مالی می کردند. این رقم در حال حاضر چهار برابر شده و در جایی حتی از 46 میلیون نفر در ماه دارن صحبت میکنند. حالا این افزایش بی سابقه باید زیر ساخت هاش رو ایالات متحده داشته باشه به لحاظ مالی بتونه تامین بکنه با شرکت های تک بتونه به یک توافقی برسه تا بتونن راحت تر این افزایش رو از پسش بر بیان و پاسخگوی این تقاضای فزاینده باشند روز گذشته جلسه ای رو در کاخ سفید برگزار کردن یک صندوق اینجا ایجاد کردن صندوق تکنولوژی های باز یا با نام مخفف OTF شناخته میشه صندوقی است که یک بخش عظیمی از حمایت مالی خودش رو از وزارت خارجه ایالات متحده میگیره و این صندوق روز گذشته با سران مایکروسافت گوگل کلاود فلر و کمپانی های بسیار مهم دیدار کرده از اونها خواسته که هم بیان یک مشوق های رو بدن به لحاظ مالی بتونند تأمین بیشتری بکنند سوبسید گذاری انجام بدن پهنای باندی افزایش پیدا بکنه که این افزایش پهنای باند میتونه ترافیک بیشتری رو در واقع در خودش جای بده دسترسی بیشتری رو فراهم بکنه بدون اینکه بخواد هزینه مالی هنگفت و زیادی رو, رو روی دوش اوتیف یا کاخ سفید قرار بده رضا مرسی از توضیحاتت سمیرا همکارم سمیرا قراری از دفتر ما در واشنگتن دی سی